با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید رسانه های فرانسوی و بین المللی از محاصره دو برادر عامل حمله به هفت نامه تنز شارلی ابدو در یک ساختمان صنعتی در 35 کیلومتری شمال شرق پاریس خبر دادند. رویترز گزارش داده که این دو برادر الجزایری است پیش از فرار به داخل این ساختمان حداقل یک نفر دیگر را کشته و تعدادی دیگر را زخمی کردند. در واقعی دیگر بعد از ظهر جمعه مردی که خبرگزاری آسوشیت پرس او را مسلح به دو تفنگ توصیف کرده چند نفر در یک سوپرمارکت یهودی در شرق پاریس را به گروگان گرفته است محمد رضا شاهید از آخرین تحولات حملات تروریستی در پاریس از این شهر گزارش میدهد همه چیز بار دیگر از امروز صبح در شهرک دمختن آنگول در حدود سی کیلومتری شمال شرقی شارل دوگل فرودگاه هواسی آغاز شد وقتی که برادران کواشی یک خانم معلم رو که به سر کار میرفت به گروگان گرفتن او رو وادار کردند از پشت فرمان به عقب اتومبیل خود بره و او رو به یک محله نزدیک در همین شهرک در یک انبار مؤسسه چاپخانه بردند هنوز تعداد گروگان های داخل ساختمان رو نمیدونیم البته اشتباهی که قبلا به خاطر رسانه ها و پخش خبر انجام می شد این بار ممانعت شده چرا که برادران کواشی نیز می توانند از طریق رادیو و یا تلفن های خود اخبار رو از تلویزیون و رادیو ببینند و دنبال کنند این بار همه چیز در آرامش بیشتری انجام می گیرد زیرا که زمان به نفع قانون و نیروی امنیتی است و این دو گروگانگیر تروریست قطعا به دلیل خستگی و زمان قدرت و اراده خودشون رو از دست خواهند داد امروز صبح آقای فرانسوا اولاند ساعت 11 صبح به وزارت کشور رفت و در مورد این پرونده و اینکه زمانی در مالی جهادیون چه میکردند و هدف فرانسه چه هست سخن گفت روز یکشنبه وزرای کشور و دادگستری بسیاری از کشورها از جمله امریکا به پاریس خواهند اومد نشستی برگزار خواهد شد همینطور یک راهپیمایی عظیم که حتی در دهگده های فرانسه هم شاهد اون خواهیم بود از مطالب دیگری که باید برای شما بگویم دو برادر کواشی اینها یکیشون سه بار زندانی به سه سال زندان محکوم شده بود به عراق رفته بود برای جهاد و نفر دومی که دیروز در شهرک منغوش به یک پلیس از پشت شلیک کرد و او رو کشت او نیز در ارتباط با این دو نفر بوده شناسایی شده اما هنوز دستگیر نشده است آقای منوئل والز نخست وزیر امروز به روزنامه لیبراسیون رفت چرا که این روزنامه دفتر کار خودش رو در اختیار روزنامه نگاران شارلی ابدو گذاشته تا بتونند چهارشنبه آینده نشریه خودشون رو در هشت صفحه و در تیراژ یک میلیون نسخه که قطعا همش به فروش خواهد رفت تهیه بکنند نشریه شارلی دو معمولا تیراژی بین شست تا هفتاد هزار داشت اما فرانسویان قول دادن از این به بعد آبونه این نشریه بشوند و هر هفته چهارشنبه آن رو خریداری بکنند نکته پایانی در این گزارشات که هر ساعت عوض میشه و همینطور که میبینید در پشت تلویزیون 1500 پلیس، 5 هلیکوپتر در حال پرواز و تمام کارشناسان امنیتی مطمئنند که مرحله آخر دستگیری در کار است. امیدوارند که کسی در این حادثه زخمی و یا کشته نشود. پاریس تلویزیون ایران فردا. به رغم حمله مسلحان به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس این نشریه در هفته جاری در تیراژ یک میلیون نسخه منتشر می شود در همین حال در پی حمله مسلحانه به نشریه شارلی ابدو ماریان لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه از جنگ علیه بنیادگرایی سخن گفت و خواهان همه پرسی در مورد حکم اعدام شد به رغم حمله مسلحانه به دفتر نشریه شارلی دو در پاریس که به کشته شدن چهار کارتونیست برجسته و هشت روزنامهنگار انجامید این نشریه در هفته جاری در شمارگان یک میلیون نسخه منتشر می شود. تیراژ متعارف شارلی دو معمولا از شست هزار نسخه تجاوز نمی کند. در رویدادی دیگر و در پی حمله مسلحانه به نشریه شارلی دو، مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه از جنگ علیه بنیادگرایی سخن گفت و خواهان همه پرسی در مورد حکم اعدام شد. لوپن همچنین در گفتگو با شبکه تلویزیون فرانسه دو افزود اسلامگرایان در این کشور اعلام جنگ کردند. در همین حال وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که روز یک شنبه این کشور میزبان یک نشست بین المللی درباره تروریسم خواهد بود. به گفته برنارد کازنو وزیر کشور فرانسه همتایان او از کشورهای اروپایی و آمریکا به این نشست می اریک هولدر دادستان کل آمریکا نیز برای شرکت در این نشست به پاریس خواهد رفت. وزیر کشور فرانسه گفته است که این نشست علاوه بر ابراز همدردی با فرانسه به تبادل نظر درباره مقابله با تروریسم اختصاص دارد. در همین حال پلیس ضد تروریست فرانسه عملیات وسیعی را در ناحیه‌ای در شمال شرق پاریس که گمان می‌رود دو برادر عامل حمله به دفتر هفته نامه شالی ابدو در آن پنهان شده باشند آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مانوئل ولس نخست وزیر فرانسه نگرانی خود را درباره تکرار حملات تروریستی توسط این دو برادر ابراز داشته است. این در حالی است که دو مأمور پلیس مزنونان را در حالی که مسلح بودند سوار بر یک خودروی رنو در پمپ بنزینی نزدیک ویلی کوتره حدود 70 کیلومتری پاریس دیدند. شریف و سعید کواشی دو برادر الجزایر الاصل فرانسوی سپس خودروی خود را رها کردند. هلیکوپترها و های پلیس در حال جستجوی منطقه هستند. ساعتی پس از قتل عام خبرنگاران و کارتونیست های هفته نامه در مرکز پاریس تیراندازی دیگری نیز در جنوب پاریس رخ داد که بر اثر آن یک معمور پلیس زن کشته و معمور دیگری مجروح شد این در حالی است که شاهدان عینی گفتهاند مهاجمان صبح پنجشنبه سوار بر خودروی رنو کلیو یعنی همان مدلی که ساعتی بعد مهاجمان روز چهارشنبه با آن در پمپ بنزین دیده شدند فرار کردند پلیس و دادستانی عکس شریف و حمید کواشی دو برادر عامل حمله به شالی عبدو را منتشر کردند این دو برادر تابستان امسال از سوریه به فرانسه بازگشته بودند خبرگزاری اسوسییت پرس در گزارشی گفته است که شریف کواشی در سال 2008 به اتهامهای تروریستی و اعزام جهادگرایان به عراق محاکمه و به 18 ماه زندان محکوم شده بود هر دو برادر به علت فعالیتهای جهادی خود تحت نظر سرویس های امنیتی فرانسه بودند و حمله مسلحانه آنها به هفتنامه شالیابدو دو هایی را برای برخی رسانه ها به وجود آورده که آنها چگونه توانستند چنین عملیاتی را طراحی و اجرا بکنند از سوی دیگر پس از حمله به دفتر هفتنامه شالیابدو چند مسجد و نمازخانه در شهرهای مختلف فرانسه هدف حمله قرار گرفتند این حملات تلفاتی نداشته است. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 18 دی به نقل از مقامات قضایی این کشور گزارش داد لحظاتی پس از نیمه شب گذشته سه نارنجک مشقی به مسجدی در شهر لومان واقع در غرب پاریس شلیک شد. به جزان اثر یک گلوله نیز بر پنجره این مسجد قابل مشاهده است. همچنین منطقه پورت لانوئل نزدیکی شهر ناربون نیز شب گذشته شاهد صحنه مشابهی بوده است در این حادثه نمازخانه مسلمانان هدف چندین مورد شلیک گلوله قرار گرفت اما از آنجا که نمازخانه در آن ساعات خالی بوده است صدمه متوجه کسی نشد گروه های اصلی مسلمانان فرانسه حمله به هفته نامه شالی عبدو را به شدت محکوم کردند آنها همچنین از مسلمانان این کشور خواستند که در مراسم یک دقیقه سکوتی که به احترام قربانیان این حادثه در روز پنجشنبه برگزار می شود شرکت کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز جمعه بدون اشاره مستقیم به حمله روز چهارشنبه به مجله شارلی ابدو در پاریس گفت که خشونت و تروریسم چه در کشورهای منطقه و چه در اروپا و آمریکا محکوم است. آقای روحانی امروز جمعه 19 دی در, دیدار با شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی گفت مردم مسلمان منطقه در برابر افراط و تروریسم ایستادگی می کنند پیش از این مرزی افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به دفتر هفته نامه شارلی ابدو را محکوم کرده بود آیت الله علی خامنه ای نیز در این نشست پرهیز از سوء زن شیعه و سنی نسبت به یکدیگر را بسیار مهم دانست و گفت آن تشیعی که با ام 6 سیکس انگلیس مرتبط است و آن تسننی که مزدور سی است هر دو ضد اسلام و ضد پیامبرند احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز در خطبه های امروز نماز جمعه تهران حمله به دفتر مجله شارلی ابدو را محکوم کرد انتشار تصاویری منصوب به 28 امین کنفرانس بین المللی وحدت که با سخنرانی حسن روحانی در تهران برگزار شد جنجال به پا کرده است این تصاویر که ساعتی بعد از خبرگزاری رسا هست شد نشان میدهد اهل سنت و شیعیان شرکت کننده در این کنفرانس حاضر نشدند نماز جماعت مشترک بخوانند و هر یک به طور جداگانه نماز جماعت برگزار کردند گروهی از فعالان سایبری حزب الله انتشار این تصاویر را یک رسوایی برای جهان اسلام به خصوص جمهوری اسلامی اعلام کردند. 28 کنفرانس بین المللی وحدت که از روز 17 دی آغاز به کار کرد با هزینه گذاف هر ساله در تهران برگزار می شود. عباس عراقچی و ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران روز جمعه اعلام کرد که محمد جواد ظریف و جان کری و وزیران امور خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس دیدار خواهند کرد قرار است های مذاکره کننده دو کشور بین روزهای 25 تا 27 دی ماه مذاکراتی دو جانب داشته و در روز 28 دی نیز مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه یک در سطح معاونین برگزار خواهد شد ایران و گروه 5 به علاوه یک در روز سوم آذر ماه گذشته با تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه تا نهم تیر ماه سال آینده موافقت کردند یادداشت سایت خبر آنلاین درباره فساد برخی فرماندهان سپاه و تبدیل شدن این نهاد به مجموعه خطرناک با واکنش رسانه, وابست رسانه های وابسته،, به سپاه پاسداران مواجه شده است در همین حال علی جنتی وزیر ارشاد نیز اهل قلم را به برخورد قانونی تهدید کرده است سایت خبر آنلاین در یادداشتی با عنوان رمزگشایی از فساد ابوذر و سلمان در کلام رئیس جمهور حملات تندی متوجه سپاه و برخی فرماندهان آن کرده بود این سایت بی آنکه به نام سپاه اشاره کند نوشته بود نهادی که در کسوت ضابط قوه قضاییه همچون پلیس میتواند زندان و سلول داشته و افراد را بازداشت زندانی و بازجویی کند مجموعه خطرناک است خبر آنلاین در ادامه یادداشت خود سپاه را صاحب موشک، بمب و هواپیما و دارنده شرکت مخابراتی برای شنود، اخلال در اینترنت و ارسال پارازیت معرفی کرده بود. این سایت هشدار داده بود نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد بیش از مفید بودنش میتواند خطرناک باشد. خبر آنلاین در بخش دیگری از یادداشت خود هشدار داده بود چنانچه سپاه به پادگانها بازگردانده نشود جمهوری اسلامی باید در انتظار سلمانها و ابوذرهای فاسد باشد. این سایت اضافه کرده بود که نکند در سایه فساد سیستمی فراگیر در کشور یک روز همچون ارتش عراق اعلام شود به پنجاه هزار نیروی نظامی بدون آنکه وجود خارجی داشته باشد حقوق پرداخت می شده است. خبر آنلاین ساعتی پس از آغاز اعتراض رسانه های وابسته به سپاه اقدام به حذف این یادداشت کرد و از سپاه پاسداران به خاطر انتشارات آن عذرخواهی کرد. با وجود حذف این یادداشت و عذرخواهی مسئولان سایت خبر آنلاین اعتراض و حملات رسانه های کار همچنان ادامه دارد و آنها خواستار برخورد قضایی با ناشران چنین یادداشتی هستند سایت خبر آنلاین وابسته به حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد است برخی از نمایندگان مجلس نیز در واکنش به انتشار چنین یادداشتی اعلام کرده اند مقدمات استیضاح وزیر ارشاد را فراهم خواهند کرد در همین حال علی جنتی وزیر ارشاد گفت امروز بسیاری از نویسندگان می توانند اندیشه های خود را در قالب کتاب به جامعه عرضه کنند البته آزادی قلم به معنای ولنگاری نبوده و هر جا که هنرمندان این حوزه از چارچوبهای های تعیین شده پا فراتر بگذارند مطابق قانون با آنها برخورد می شود. او همچنین وظیفه ارشاد را ممانعت از اجازه توزیع کتاب هایی دانست که باعث مسمومیت فضای فکری جامعه میشوند. وی تصریح کرد که ارشاد از انتشار چنین کتاب هایی جلوگیری می کند سخنان وزیر ارشاد در حالی است که او در زمان انتصابش موزگیری های متفاوتی نسبت به ممیزی داشت وی 16 ماه پیش از ایجاد آزادی در حوزه کتاب و باز کردن فضا برای اندیشمندان و اصحاب قلم و اصحاب مطبوعات سخن گفته و وعده داده بود بسیاری از کتاب هایی که در دولت قبل توقیف شده اند بازبینی و بار دیگر درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد وی درباره ناشرانی که ممنوع کار شده بودند نیز چنین وعده ای داده بود وزیر ارشاد دو ماه پیش نیز در قم به دیدار مراجع رفته و از حوزه علمی خواسته بود در تمام زمینه ها به خصوص در تولید محتوا به وزارت ارشاد کمک کنند او در سفرش به قوم همچنین گفته بود در مدت وزارت او ارشاد مانع از انتشار 500 عنوان رمان شده است و با اینکه نویسندگان بسیاری رمان می نویسند ولی متاسفانه استدلال ها در این رمان ها به جایی رفته که قابل استناد نیست او از مراجع حوزه علمی قوم خواسته است سوژه و محتوا را در اختیار نویسندگان قرار دهند وزیر ارشاد در ادامه هم اعمال این محدودیت ها را تنها محدود به اهل قلم نکرد و گفت برخوردها در مورد تئاتر، فیلم، موسیقی و سایر رشته های هنری نیز اجرایی می شود. وزیر ارشاد از زمان انتصابش همواره اظهارات ضد نقیزی کرده است. او گاهی می گوید که با توجه به دیدگاه هایش در حوزه های موسیقی، هنر، سینما و دیگر زمینه های هنری فضای فرهنگی و هنری کشور باید تلطیف شود. تا هنرمندان بتوانند بهتر نفس بکشند و گاهی برای هنرمندان و نویسندگان خط و نشان می کشد. آمارهای اوپک نشان می که قیمت سبد نفتی این سازمان به 45 دلار سقوط کرده است. همزمان گزارش شده که عربستان و متحدین عربان در هاشی خریج فارس هیچ تمایلی به کاهش تولید نفت خود برای حمایت از قیمتهای جهانی نفت نشان نمی دهند. پیشتر علی النعیمی وزیر نفت عربستان به سراحت اعلام کرده بود که اگر قیمت نفت به 20 دلار هم برسد این کشور تولید نفت خود را کم نخواهد کرد قیمت های جهانی نفت یه شش ماه گذشته بیش از دو برابر افت کرده است به گزارش رسانه ها بر اساس اسنادی که به دست نیروهای امنیتی عراق افتاده گروه تروریستی داعش فرمان مرگ مجروحان این گروهک را صادر کرده است در این سند تصریح شده است با توجه به کمبود وسایل پزشکی در موسل برای مداوای مجروحان داعش ضروری است مجروحان توسط فرماندهان و امیران کشته شوند این سند همچنین تصریح می کند که اگر فرماندهان داعش از این دستور سرپیچی کنند مجازات خواهند شد آنگلا مرکل صدر آلمان گفت که تحریم های تادی اروپا علیه روسیه که در ارتباط با اوکراین اعمال شده اند تنها زمانی برداشته می شود که توافق نامه مینسک به طور کامل اجرا شود این توافقنامه سپتامبر سال گذشته بین دولت اوکراین و شورشیان جدایی طلب این کشور به امضا رسید خانم مرکل گفت لغو این تحریم ها منوط به بازگرداندن کریمه به خاک اوکراین است در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز از برلین گزارش داد قدرت های بزرگ برای حل بحران اوکراین قرار است در قزاقستان با هم دیدار کنند پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد با تخلیه 15 پایگاه نظامی ارتش این کشور در غرب اروپا کنترل آنها را به کشورهای میزبانشان واگذار خواهد کرد به گزارش خبرگزاری رویترز این پایگاه ها در کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، پرتغال، بلژیک و هلند قرار دارند گفته شده با واگذاری آنها سالیانه نزدیک به 500 میلیون دلار در هزینه های ارتش آمریکا صرف خواهد شد در همین حال پنتاگون گفته که نیروهایش را در حوزه دریای بالتیک و لهستان تقویت خواهد کرد همزمان با انتصاب باب کورکر به با عنوان رئیس جدید کمیته روابط خارجی مجلس سنا حل تنش در کنگره آمریکا در مورد مناسبات با ایران یکی از اولویت‌های کاری او خواهد بود او در تازه ترین اظهار نظر گفته است که یقینا پارلمان ایران در مذاکرات هسته ای نقش دارد بنابراین فکر می کنیم که کنگره آمریکا نیز باید در این مسئله دخالت داشته باشد سایت هافینگتون پست در گزارشی نوشته است در حالی که احتمال تحریم های بیشتر علیه ایران وجود دارد باب کروکر گفت اولویت مهم او یافتن راهی برای مداخله کنگره آمریکا در مذاکرات خستهی با ایران است آقای کروکر سناتور جمهوری خواه از ایالت تنسی ساعتی پس از انتصاب به ریاست کمیته روابط خارجی سنا گفت یقینا پارلمان ایران در مذاکرات هسته نقش دارد بنابراین فکر می کنیم که کنگره آمریکا نیز باید در این مسئله دخالت داشته باشد دو گزینه احتمالی برای موزگیری در قبال برنامه هسته تحت تاثیر اقدامات کنگره آمریکا قرار خواهد گرفت که اکنون اکثریت آن با جمهوری خواهان است لایحه پیشنهادی سناتور رابرت منندز رئیس پیشین کمیته روابط خارجی که مورد تایید دو حزب بود همچنان به عنوان تهدیدی علیه ایران وجود دارد از طرف دیگر لایحه پیشنهادی باب کروکر و لینسی گراهام سناتورهای جمهوری خواه بر لزوم تصویب هر نوع توافق هسته‌ای با ایران توسط کنگره تاکید می‌کند طرح سناتور منندز در کمیته امور مالی و بانکی مجلس سنا ارائه می شود اما تایید لوایح دیگر جزء اختیارات باب کروکر است او گفت تلاش می کند توافق سناتورهای هر دو حزب را برای تصویب لایحه پیشنهادی خود جلب کند لایحه باب کروکر تا کنون مورد حمایت سناتورهای جمهوری خواه قرار گرفته است او گفت لایحه کروکر گراهام حمایت زیادی از جمله حمایت سناتورها جان مککین، مارکو روبیو و سایرین را جلب کرده است. این لایحه ابراز اعمال قدرت کنگره در هر نوع توافقی با ایران خواهد بود. در ادامه گزارش هافینگتون پست آمده است که با شروع کار کنگره جدید تمام لوایح ارائه شده به کنگره پیشین از نظر قانونی ملغا تلقی می شوند. اما اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز چهارشنبه و در شروع کار کنگره جدید تصریح کردند که لوایح پیشنهادی ارائه شده درباره ایران به قوت خود باقی خواهند بود و به زودی در کنگره مطرح خواهند شد. در حالی که تردیدها در مورد توافق آمریکا و ایران در مذاکرات هسته‌ای قوت گرفته است، جمهوری خواهان در مورد جلب حمایت برای تصویب لایحه مورد نظرشان خوشبین به نظر می‌رسند. با اینکه دولت باراک اوباما کنگره آمریکا را به طور کلی از مذاکرات خستهی کنار نگذاشته است اما باید یادآوری کرد که توافق احتمالی در این گفتگوها به صورت معاهده کشوری تنظیم نخواهد شد و در نتیجه به تایید کنگره ملزم نیست با وجود هشدار دولت آمریکا نسبت به تصویب هر ای که موقعیت شکننده مذاکرات هسته‌ای با ایران را به خطر میاندازد حتی سناتورهای سرشناس دموکرات نیز پیشتر تهدید کرده بودند که ممکن است مجازاتهای جدیدی را علیه ایران مطرح کنند در حالی که اکثریت پیشین دموکراتها در مجلس سنا حاضر بودند تهدید و فشارهای خود علیه ایران را به خاطر سیاست کاخ سفید به تأخیر بیاندازند به نظر میرسد که اکثریت فعلی جمهوری خواهان در این مجلس حاضر نیست در این زمینه نرمش نشان دهد مذاکرات اتمی با ایران در ماه ژانویه در ژنو از سر گرفته می شود. پس از بنبست گفتگوها در نوامبر سال گذشته مهلت این مذاکرات تا ژوئیه امسال تمدید شد آتنا فرقدانی فعال مدنی به شعبه پانزده دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سلواتی فراخوانده شد به گزارش سهام وی باید در روز شنبه 20 دیما در این شعبه حاضر شود تا به اتهامات خود مبنی بر تبلیغ علیه نظام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به نمایندگان مجلس از طریق مهارت نقاشی پاسخ گوید خانم فرقدانی پیشتر توسط ابوالقاسم سلواتی به دلیل انتشار فیلم ویدئویی از خود و افشای دوربین های بند الف سپاه پاسداران به صورت تلفنی احضار و پس از استنکاف وی برای حضور در دادگاه تهدید به دستگیری شبانه توسط سپاه پاسداران شده بود خانم فرقدانی طی نوشته ای که در فیسبوک خود تنظیم کرده مواردی را درباره این احزار اعلام و متن دفاعیات خود را خطاب به علی خامنه رهبر ایران تنظیم کرده است رأی محکومیت ده ساله امید کوکبی فیزیکدان جوان زندانی در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تایید شد سعید خلیلی وکیل مدافع آقای کوکبی گفت با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی پرونده اما دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی مجدد حکم قبلی خود را تایید کرده است امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بهمن ماه سال 89 زمانی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شد او به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به تحمل ده سال زندان محکوم شده بود یک هفته پس از که رئیس اداره سیاسی سپاه طرح بحث کم ارزش و پرهزینه بودن برنامه هسته جمهوری اسلامی از سوی برخی اساتید دانشگاه را فشار بر رهبری و دولت برای تپذیرش توافق با غرب توصیف کرد مشاور نماینده آیت الله ای در سپاه نیز آن را توطعه آمریکا خواند و مدعی شد طرح چنین موضوعاتی برای فرو ریختن مقاومت ایران و دست زدن به یک عقب نشینی هسته است. سرتیب پاسدار یدالله جوانی در سرمقاله مقاله نامه صبح صادق ارگان سیاسی سپاه پاسداران نوشت توطعه اصلی غرب و به ویژه ایالات متحده در دوره تمدید مذاکرات وارد ساختن فشارهای بیشتر از یک طرف و انجام مجموعه از اقدامات به ویژه در حوزه عملیات روانی از طرف دیگر برای فرو ریختن مقاومت ایران و دست زدن به یک عقب نشینی هسته است عقب نشینی که میتواند بر فرض محال در صورت انجام مقدمه ای برای عقب های دیگر باشد رئیس سابق اداره سیاسی سپاه همچنین مدعی شد که برخی اظهار نظرها و نشستها پیرامون مذاکرات هستئی جمهوری اسلامی تحرکات داخلی برای توفیقات دشمن است. به نوشته یدولای جوانی دشمن با تشدید فشارها می خواهد هزینه های مقاومت ایرانیان را بالا برده و فوایدش را ناچیز نشان دهد. در صورتی که دشمن بتواند چنین مطلبی را در میان مردم به یک باور تبدیل کند، آنگاه بر اساس برآوردش، انعطاف و خرج دادن و عقب نشینی کردن از خطوط قرمز هستئی ترسیم شده از سوی نظام به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و مسئولان عالی رتبه در نظام به اجبار تن به خواسته های غرب برای کاهش فشارها خواهند داد این دومین مقاله ای است که به فاصله یک هفته در ارگان سیاسی سپاه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی است منتشر می شود صبح صادق در شماره گذشته خود نیز در مقاله ای از رئیس کنونی اداره سیاسی سپاه علیه این میزه دانشجویی و اساتید دانشگاه واکنش نشان داده و آن را خیانتی از سوی مزدوران سیاسی خوانده بود. حسن روحانی روز یک شنبه 14 اظهاراتی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران از مخالفان مذاکرات هسته‌ای در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته بود ما توسعه پایدار مستمر همه جانبه می و تجربه زندگی سیاسی ما می گوید کشور با انزوا نمی تواند رشد مستمر داشته باشد و معنای آن نیست که دست از اصول و آرمان برداریم مگر کسی در میز مذاکره بر اصول و آرمان صحبت می کند یک عده در توهمات زندگی می کنند دنیای امروز بحث منافع است آقای روحانی همچنین گفته بود آرمان ما به سانتریفوژ وست نیست بلکه آرمان به مغز و قلب و اراده ما وصل است. یدالله جوانی که اکنون طرح پرهزینه بودن برنامه هستهای جمهوری اسلامی را همسویی با آمریکا معرفی کرده است، پیش از این در موارد مختلف بر هزینه آور بودن برنامه هستهای تایید اما تأکید کرده بود ملت باید این هزینه را بپردازند. از جمله او در سیزدهم خرداد ماه سال گذشته در یکی از مهمترین مقالاتش پیش از یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی را به وادادگی و عقب نشینی در برابر غرب متهم کرده و مناقشه هستئی جمهوری اسلامی با جامعه بین الملل و کشورهای غربی در دو دوره دولت احمدی نژاد با حمایت سپاه و آیت الله خامنه ای را پیروزی خوانده بود. وی اشاره به نتیجه هستئی شدن جمهوری اسلامی نکرده اما نوشته بود پیشرفت هزینه دارد و هر ملتی که میخواهد پیشرفت کند باید هزینه های آن را نیز بپردازد. رفتن موضوع هستهای به شورای امنیت و فشارهای اقتصادی بر ملت ایران هزینه های این پیشرفت است. اما این هزینه ها سرانجام جز سود که همانا شکوفایی اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی به دست خواهد آمد چیز دیگری نخواهد بود. شپ نظامیان بکوهرام به شهر بقا در شمال نیجریه حمله کردند که طی آن بیش از دو هزار نفر کشته شدند. بی, بی سی جهانی به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که خیابانهای بقا را اجساد کشته شدگان پوشانده است. اسلامگرایان بکوهرام خانه های مردم را سوزاندند و از شهر بقا ظاهرا چیزی بر جای نمانده است. بکوهرام از پنج سال پیش تاکنون برای برقراری حکومت اسلامی در نیجریه دست به عملیات تروریستی میزند در این عملیات تا کنون هزاران نفر کشته شدند ترکیه تصمیم دارد چهار فروند هواپیمای F-35 دیگر از آمریکا خریداری کند پیشتر وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده بود این کشور در ده سال آینده مجموعاً 100 فروند از این نوجنگنده را به ارزش 16 میلیارد دلار از آمریکا خریداری خواهد کرد بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر گویا جنگنده اف 35 خیلی مورد پسند مقامات نظامی و سیاسی ترکیه واقع شده چرا که جدا از آن که ترکیه قبلا در یک مرحله دو فروند از این جنگنده فوق پیشرفته رو سفارش داده بود حالا با تصویب دولت چهار فروند دیگه از این نو جنگنده رو خریداری خواهد کرد البته برنامه نهایی ترکیه خرید 100 فروند هاپمای F-35 هستش تا او نخست وزیر ترکیه در نشستی مربوط به صنایع دفاعی ترکیه گفت که قرار شد ترکیه 100 هواپیمای جنگنده F-35 بخره تا کنون دو فروند از این هواپیما سفارش داده شده و تصمیم گرفتیم چهار فروند دیگه هم سفارش بدیم البته پیشتر رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه گفته بود با خرید این تعداد جنگنده تصمیم داریم F-35 رو جایگزین هواپیماهای F-4 و اف 16 در ترکیه بکنیم مسئله البته به همین جا هم ختم نمیشه در این پروژه بلند پروازانه نظامی آزر ماه گذشته پنتاگون اعلام کرد که بخشی از امور تعمیر و نگهداری جنگنده F-35 رو به ترکیه واگذار خواهد کرد شبکه دولتی ترکیه هم با تایید این خبر گفت که نخستین مرکز تعمیر و نگهداری هواپیمای F-35 در شهر اسکی شعیر ایجاد خواهد شد و به مدت سه سال خدمات تعمیر و نگهداری این هواپیما رو انجام خواهد داد این پروژه نظامی در واقع در قالب یک کنسرسیوم و با همکاری نه کشور صورت میگیره ترکیه به اتفاق 8 کشور دیگه از جمله امریکا در پروژه‌ای تحت عنوان جوینت استریک فایتر مشارکت دارن پروژه‌ای که از اون به عنوان فناوری فوق‌العاده یاد میشه و با اختصاص بودجه 390 میلیارد دلاری قرار هست بالغ بر 2400 فروند از این نوع جنگنده تولید بشه گفته شده این برنامه پرهزینه ترین برنامه تسلیحاتی امریکا در ساخت هواپیماهای جنگل استش با این همه خرید 100 فروند هواپیمای اف 35 از امریکا برای ترکیه 16 میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت پروژه تولید این هواپیما توسط امریکا از سال 2012 و 2013 آغاز شده و قرار هست سال 2018 دو فروند از این صد فروند هواپیمایی که ترکیه سفارش داده شده توسط شرکت امریکای لوکیت مارتین به ترکیه تحویل داده بشه و نهایتا ظرف ده سال تمامی صد فروند جنگنده به این کشور تحویل داده بشه بر روی برخلاف بعضا انتقاداتی که از روی برخی کارشناسان و رسانه های داخلی ترکیه نسبت به مسائل فنی این جنگنده و هزینه بالای خرید و نگهداری اون مطرح میشه گویا خود مقامات ترکیه نسبت به این مشارکت خوشبین هستند به پارین خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار <متصفيق>